می فرماید گنگ چه بلایی بود بر سر ما آمد. اگه فریاد رو تو نمیشناسی همین الان گوشی رو خاموش کن، تحویل والدین بده و مدتی از این محتوایی که الان میبینی دوری کن. ولی اگه متاسفانه زبونم لال خدایی نکرده فریاد رو تو میشناسی، آخه چرا واقعا؟ این ویدیو رو باید تا ته ببینی، محتوا مخصوص خوبت. نخند، باید ببینیش. نخند. همیشه قبل خوردن شام در هنگام مطفون مودن تو توالت های شلوغ ترمینال به این فکر میکردم که کجای کارو اشتباه اومدیم که مجبور به تحمل موجودی کریه و وقیح به اسم آدروید شدیم. درسته ما انسان های بدی هستیم که فکر میکنیم رضا پیش رو مریض رو شفا میده، ولی دیگه حق ما عذابی در این حد نبود. همیشه با خودم فکر میکردم چطور میتونم ملت شریف طرفداران رپ فارسی رو از این موجود انگل دور کنم و نظرم گوششون بیشتر از این آلوده بشه. یه روز مشغول تماشای سریال اسپارتاکوس بودم که به شما پیشنهاد نمیدم ببینید، مناسب نیست براتون. تو این سریال آخراش یه عده تصمیم میگیرن خودشون رو فدا کنن تا یه سریای دیگه فرار کنن. اینجا بود که یه جرقه تو مغزم زد که منم بشنم تمام کسجرای آدرویتو گوش بدم و نذارم گوش هموطنانم بیشتر از این آلوده بشه. من دیگه واقعا رب دادم. پوری آدرویت از خیلی زمان پیش تو این باطلاق رب فارسی حضور داشت و اگه برامون اندازه یه فضل موش اهمیت داشت میتونستیم راجع به این که نسل دوی رب فارسی بحث کنیم. این مدفوع متحرک تنها دلیل شناخته شدنش معروفیت کسانی بود که باشون همکاری کرده، اشخاصی مثل امین تیجه و ویناک. درسته آدرویت 4 آهنگ سر تا سر حماقت با محمود ویناک داره. این آهنگ مربوط میشه به زمانی که ویناک حتی فیک آرتا هم نبود و هر از گاهی میرفت به دوکی 13 صاحب کمپانی 13 کشون بده تا بلکه تو آلبومای گروهیش یه گوشه ای باشه. آهنگای آدرویت و ویناک از دم مزخرف و کسشیرن. آدرویت تو کریر سر تا سر خندش یه فیت ابلهانه داره با یکی به اسم اشکان بستنی. چرا نمیتونم بگم؟ درست این یارو لقب خودشو گذاشته بستنی، یعنی سال 80 نیست که یکی بیاد لقبشو بذاره کپک. این یارو اسمشو گذاشته بستنی. حالا اشکان بستنی کیه؟ بالاخواه آدرویته. هر جا میخوام بریزن کتکش بزنن زنگ میزنه اشکان بستنی بیاد تا با هم کتک بخورن. اولین باری که آدرویت و تیجی با هم فید دادن که کاش یکیشون چلاق میشد اون همکاری کسشیر شکل نمیگرفت مربوط میشه به اولین آلبوم آدرویت به اسم دریلا بویز که حتی 1% به مغزتون خطور نکنه که این آلبوم چه جوری بوده. خب معلومه داداش کسشیر بوده، این اصلا فکر کردن داره. تو این آلبوم علاوه بر تیجی یه شخص دیگه به اسم کیوان سایرس حضور داره. این کیوان سایرس از قدیم و زمان بچگی با آدرویت دوست بوده و تنها افتخاری که تو رپ داره اینه که سنش بزرگه و کلن هر وقت آدرویت میخواد به کسی تیکه بندازه و مدعود از اول لای کنید ساب کنید موجود سبز رو رام کنید. این کیوان سایرس از قدیم و زمان بچگی با آدرویت دوست بوده و تنها افتخاری که تو رپ داره اینه که سندش بزرگه و کلن هر وقت آدرویت بخواد به کسی تیکه بندازه و مدفوعشو بخوره این یالغز میاد میگه ما سنمون بزرگه شما بچه در این حد گوز. کریر اصلی پوری آدرویت با 2 بوده، اشکان کاگان و امین پی جی. اشکان کاگان که خدا رو شکر رابطش به گارف با آدرویت، ولی همچنان امین تی جی پای ثابت همه کسشریجات تولیدی آدرویته. آلبوم کاکرو و سوباسا و آلبوم جکی چان و بروسلی توسط این 2 تولید شده و اگه براتون سواله که چجوری هن؟ خب معلومه
کوچیرم داداش، کوچیر. درسته امین تی جی رپر خوبیه، ولی تو آهنگی که آدرویت باشه اون آهنگ بیشک کوچیر. الان میبینم داداش تو فنه امین تی جی دلغه که اتحادی بکش بیرون. اما دیگه نباید انتظار داشته باشید یکی با سطحی ترین رایم ها که نصف آهنگش کلمات کیر، چون و گوزه آهنگ خوبی تولید کنه. باور کنید بدید هوش مصنوعی بهتر از این کیسه یه گوه براتون لیریک می نویسه. امین تی جی نمونه یه رپر خوبه که دور و برش پر گوهه و هر روز هم داره آدم های درست حسابی دورش رو با ان و گوه عوض می کنه. فرض کن از هومان و آرمان میلادی رسید به آدرویت و حسین تیم. گوه گرفته زندگی تو امین تی جی، زنگ بزن تخلیه چاه. تلفن جواب نمیدی مادر جن. پوری آدرویت به جز این نام مزخرفی که ازش اسم بردیم یه آلبوم دیگه هم داره، اسمش چفرموده. و این که فکر نکنم یه باید بگم چجوریه. یعنی نمیدونی چجوریه؟ او دیگه واضحه، کسشیر، کسشیر خالصه، کسشیر بدون افزودنی، کسشیر طبیعی، هر مدل کسشیری که دودن، یعنی کسشیر با تیکه های انو مدفوع. آدروی تو من از زمانی شناختم که تو چنل و پیج کسشیرش با یه قاشق و با چشمای عقابش کون رپرها رو نگاه میکنه تا بلا فاصله بعد خروج گوه از کون هر کسکشی این با قاشق بخوره و این گوه رو میل کنه. حاصل این گوه خوری 24 ساعته 4 تا دیسه. تو دیسه اولش عرفان و جیلال رو دیس کرده تو آهنگ صورتی. اصلا چرا باید این کارو بکنه؟ چرا همچین گوی خوردی مردک؟ توضیح بده کونی. بالا باش حق خودت دفاع کن. چرا باید اینقدر گوه خور باشی عرفان و جیدال و بیدلیل دیس کنی؟ دیس دومش دیس به سیناب، پیشرو، مجهول، کیارب و این کسچراست. حالا چرا اینا دیس شدن؟ کیارب و مجهول در چند فقره که دیس کردن کون امین تی جی رو تبدیل به غار سهولان کردند و بشکه گوه رو سرش خالی کردند. تو آهنگ پخی تی جی و آدرویت دیسشو میکنن. یعنی هر چقدر تی جی تو دیسش با دلو خوب بوده باشه بیفش با کیارب و مجهول فرق چندانی با کون دادن به فیل آسیایی نداشت. دوتا دیس بعدیشم به محمد بچه است که اولیش با آیسین کسمغز بود و دومیش با خود تنهای کسمغزش. دومی که معروف داره و از همه کسشعرهایی که تا اینجا گفتم هم کسشعر تره، اسم این دیس فککجه و سنگین ترین چیزی که توش میگه این که محمد فککج کونیه، دیریل کونیه. ای خدا من چه فداکاری هایی کردم اینا رو دارم براتون میگم. مهمترین شخصی که آدرویت باهاش فیت داده کچی بیتسه که اون نمیخوام اسم آهنگشو بگم. میرید خدایی نکرده گوش میدید گناهش میفته گردن من، گردن من. من آدم با ایمانیم، نماز میخونم، شیرم تو آدرویت، نمیخوام به خاطرش مرتکب کوچکترین گناهی بشم تو روز قیامت کم بکنن تو رویدم آج بباشت از اون. کریر آدرویت همینا بود که گفتم. یه سری مزخرف هم با ممزی داره که چون ممزی خودش چند لول کسشیرتر از آدرویت دیگه حسابش نکردم. کینم تو چونه جفتشون، کینم دهنتون، به خاطر شما مجبور شدم آدرویت گوش بدم. دقیق گوش کشا چرا من نباید مگه من چقدر حقوق میگیرم؟ قد کنیم ویدیو را. آقا قشن مجبور خود شد کینم سرداری بلده.